پنکیک فور ال تایم. سلام رفقا، اشکان فدایی رفته رو پشت بوم انگار و من نمیدونم این ترک چیه. یه فری استایل روی اینستاگرامش فکر کنم ریلیز کرده بود که من تو رسانه‌ها دیدم، گفتم سریع بیام ریاکشن بگیرم. قاب پشت بومه، من دارم نگاه میکنم و گفتم با باندانا بیام. این باندانا رو اینجا بذارم، یک سال داره خاک میخوره اون بالا. این چقدر با باندانا میان تو ام وی. ولی در کل که آره، اشکان فدایی اومده و قراره با هم دیگه ترکشو بشنویم. 59 فاکینگ ثانیه است. من احتمال میدم دیس باشه حاجی، چون پشت بوم ساین و سیگنیچر دیس های اشکان فدایی. بچا این لایت جدید اضافه کردم به استودیو، ببینید لایت چجوری شده. نور بده خوبه دیگه، تستیه دیگه، این نور خوبه یا بده واسه همین ویدیو فقط. و ویدیوی بعدی هم انیمیشنه و بچا این نبود انیمیشن تو این چند وقت، مطمئن باشید دلیل خیلی محکمی پشتشه که قراره سه قدم بیایم عقب و بعد بپریم. خب و یه فصل جدید کامل، چیز جدید قراره بشنوید. اسپویل هم نمیخوام بکنم، صداها خیلی قراره فرق بکنه و خیلی قراره حال بکنید. بریم میوزیک اشکان فدایی رو بشنویم و ببینیم چیکار کرده دیگه. بای بای. چادر رو پس میزنه. به به، میکس ماستر هم که نداره و هیچی دیگه. من فکر کنم پاریس باشه و پشت بومه، پشت بومه. چقدر لاغر شده اشکان. ببخشید بچه اینقدر پاز میزنم، ولی قشنگ جون نداره. گوش نخور، نون نخورده انگار حاجی. وقتی سروش رفته. بره. چادر پس میزنه تن لخت شهر، خیال اینی نماز و غذاشه کلی گشنه ها. خونه خیابونه وقتی و نکه ما ماجی سیاسی هستن. من اسگلو بگوت قیافه شهید نمیخوام بگم، قیافه چی بگم، واقعا شهید نمیخوام، اسم شهید رو نمیخوام برای این بچه ها بیارم چون خیلی بزرگتر از این حرف هن. ولی کسی که جونش رو در راه آزادی داد، نوید افکاری روی پیراهنش از خونکمنه سیاسیه. بریم یک دقیقه سیاست بشنویم. چادر پس میزنه تن لخت شهر، خیال اینی نماز و غذاشه کلی گشنه ها. خونه خیاب ایهام پشت ایهام. بچه این ویدیو کلن پاوزه، انگار هر لاینش ایهام داره. ببین میگه چادر پس میزنه تن لخت شهر، تن لخت شهر، انقدر این شهر رو به گا دادید، هیچی نداره، چادر نمیخواد، پسش داره میزنه، دوتا برداشت داره، این شهر نمیخواد و این شهر رو به آدم ها داره، به دخترهای ما داره چیز میکنه که چادر رو نمیخواد. شهر خیال اینی نماز و غذاشه کلی گشنه هم. نماز خیال اینی نماز و غذاشه، غذاشه قضا شدن نماز، دیر شدن نماز که تایی میداره. بعد این غذا رو ایهام کرده با غذای خوردنی که میگه کلی گشنه داریم، که واسه این داستان بذار غذاش غذا رو بخورن. این نماز و غذاش کلی گشنه ها. خونه خیابونه وقتی و لگت میشکنه قفل در میخوره تو فک نظام دوباره مشته هست کش در میرید از ایران با پا میخوره که قفل در هیچ نداری، ولی ساوند افکت رو گذاشته خودش بکنه. میخوره تو فک نظام دوباره مشته هست کش در میرید از ایران با پاس سوری او با پاس سوری سوری اینجا فکر کنم سوری است منظورش، تا بیشتر اون سوری خیلی هام داره لیریکس. تش در میرید از ایران با پاس سوری، شکم مخبر سفره میشه تو حیات زندان، صف میکشید واسه دستبوسی جلو کاخ پوتین. با کاخ با پاس سوری میرن روسیه دست میبوسن. و این یه چیز دیگه اینجا نکن، شکم مخبر سفره میشه تو حیات زندان، اینو نیستم. این یه کوچولو زیاده روی، دقیقا همون کاری که سال 57 انقلابیون 57 کردن میدونی، و بعد از انقلاب، بعد از اینکه پیروز شدن اصلا همه رو کشتن و اون قضیه خلخالی و سال 67 و اتفاقی افتاد، اینو نیستم. ولی شکم مخبر داره میگه، تایی که اون موقع مخبری میکنن، نمیدونم حالا یاد زندان صف میکشید واسه دستبوسی جلو کاخ پوتین. راشو نمیده هاجی اون موقع بکنم. سجاده رو میندازین رو هوای شیطان، سجاده رو میندازین رو عبای شیطان. شیطان که میدونیم منظورش کیه احتمالا. سجاده رو پهن میکنن روش نماز میت ستون. اشکان خیلی ببین قشنگ فشار میاره بسیجی ها. کاخ پوتین سجاده رو میندازین رو عبای شیطان. حکایت راه راست و قبله کج، میخوان جب و عادی جلوه بدن ولی چیزی نمونده تا سقوط، حالا هی برو دیوارا رو فرچه بزن. واقعا میخوان همه چی عادی جلوه بدن. ببین اتفاقی که اون موقع افتاد، حتی ببین مثلا از لحاظ فوتبالیش فقط میخوام نگاه بکنم، فکر کن یه
آدم ایتالیایی به اسم آندرو استراماچونی رو دعوت میکنم برای جام جهانی بیاد به عنوان کارشناس ورزشی تو صداسیمای ایران، یارو استوری میزنه که من نمیام چون ما مردم نیستن اینا. پشمات بزن. این حد اتفاق بزرگی بود سال 1401 و خیلی فرق داشت با همیشه. راه راست و قبله کچ. من لیریکسو میخوام بچه ها توجه بکنم واقعا بهشون، نسبتون میگید این کار بکن. حکایت راه راست و قبله کچ. راه راست و قبله اونوره خب؟ میخوان جب و عادی جلوه بدن ولی چیزی نمونده تا سقوط. حالا هی برو دیوارا رو فرچه بزن. حاجی ببین استدیوی من که اینجاست یه کوچه خلوت خب؟ بعد تو همین کوچه خلوتی که اکثرا هم بسیجیان رو کار ندارم بازم پر مهسا امینی شده بود و باز همه رو اومدن چیز کردن لبیک یا خامنه ای و فلان کردن. راست میگه کل شهر رو، حالا تهران اکثرا، بقیه جا رو نمیدونم واقعا، پاک کردن هر چی که بود رو همون روز اول. ای برو دیوارا رو فرچه بزن. حقیقت میزنه بیرون مثل شیره درخت. مجلستون لونه کفتاراست. جفا میریم تو سینه سپر. نه ما تنها نیستیم، حق با ماست. ببین ریسپکت به آلبوم حق و اینکه میگه ما تنها نیستیم، حق با ماست. این حاجی چه جمله‌ای بود؟ من تنها نیستم، حق با منه. شیت حاجی اینو باید سویش کنم. جفا میریم تو سینه سپر، نه ما تنها نیست. جفا میریم تو سینه سپر. سینه سپر شده کسی که سینه‌اشو سپر کرده و سپر پلیس. جفا میریم تو سینه سپر پلیس، منظورش اینه. فای حاجی لاین به لاین مگه میشه اصلا همچنان؟ حق با ماست. کی گفته دست ما چیزی نی؟ با آتیش میریم به جنگ تاریکی. تایش لبخند ماه بغل سر دیکتاتور. فشار انگشت و یه عکس تاریخی. فشار انگشت فاک حاجی خیلی سنگینه، چون چیز نمیتونم بگم اینجا. عالی دور بشویم. تایش لبخند ماه بغل سر دست ما چیزی نی؟ با آتیش میریم به جنگ تاریکی. تایش لبخند ماه بغل سر دیکتاتور. آتیش دست ما، با آتیش میریم به جنگ تاریکی. خب تاریکی. تایش لبخند این که مشخصه بس لبخند ما بغله. فشار انگشت و یه عکس تاریخی. فاک هاچی مگه میشه همچین چیزی؟ نمیدونم. یکی از بهترین فری استایل های سیاسی اشکان فدایی و بهترین اجرا و موزیک هم همه رو کنار هم بذاریم، بهترین موزیک اشکان اینو از بسیجش بکنم. بهترین میوزیک اشکان فدایی توی داستانی سیاسی و اجتماعی بعد از شرک سرنگونی اسم کنم این بود که کاش موزیک کاملش بیاد بیرون، چه میدونم رو بیت خوب مهدیار بشینه و کارشو بکنه و خیلی 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 جذاب بود. ملتفت هم از لیبل ملتفت اومده بیرون، لیبل بی هیچ کس ملتفت. یه بار دیگه من میخوام بدون اینکه چیزی بگم پلی بکنم فقط. چادر پس میزنه تن لخت شهر. خیال اینی نماز و غذاش کلی گشنه ها. خونه خیابونه وقتی و لگت میشکنه قفل در. میخوره تو فک نظام دوباره مشته حق. تش در میرید از ایران با پاس سوری. شکم مخبر سفره میشه تو حیات زندان. صف میکشید واسه دستبوسی جلو کاخ پوتین. ببین اون شکم سفره شدن هم میتونیم الان ربط بده به اون قضا شدنه که شکم و سفره شدن حالا قضا رو بیاد میندازین رو عوای شیطان. حکایت راه راست و قبله کچ. میخوان جب و عادی جلوه بدن ولی چیزی نمونده تا سقوط. حالا هی برو دیوارا رو فرچه بزن. حقیقت میزنه بیرون مثل شیره درخت. مجلستون لونه کفتاراست. جفا میریم تو سینه سپر. نه ما تنها نیستیم، حق با ماست. کی گفته دست ما چیزی نی؟ با آتیش میریم به جنگ تاریکی. تایش لبخند ماه بغل سر دیکتاتور. فشار انگشت و یه عکس تاریخی. بچه ها ته این ویدیو هم بگم امیدوارم توماج صالحی جونش سالم باشه و جونش در امان باشه هر جایی که هست و خیلی 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 نگرانشم. ولی تو استوری هم گفتم اینکه میایم استوری میزنیم ویدیو میسازیم و میگیم فلان و بیسار، هیچ کمکی نه به توماج میکنه نه به کس دیگه. تنها کاری که اون استوری میکنه چیه؟ اینه که من گفتم خب استوریو گذاشتم دیگه، پس من دیگه کاری قرار نیست بکنم و با یه استوری گذاشتن مسئولیت رو از خودمون برمی‌داریم، میدونی؟ و من از خودم و خودمون ناراحتم به شدت توجه به این موضوع. ما امیدوارم توماج فقط حس و حالش خوب باشه و براش دعا بکنید و هیچ کار دیگه دست من و شما مطمئنن الان بر نمیاد بتنه. و توماج یکی از بچه های کامیونیتی رپ فارسیه و باید بیشتر حواس داشته باشیم. دوستتون دارم خیلی زیاد. بنده ایکو فراموش نکنید.